اینجا کارگاه HMC و کارگاه تراش سنگین ما هست که دارای تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته که حتی در خاورمیانه اینا نظیر نداره. کارگاه فلزکاری ما هست که تراش ما کلن کارهای تراشکاری و تراش سنگین ما هم اینجا استفاده میشه. سه تا خط داریم که دستگاه‌های خیلی با عظمت اینجا داریم که متاسفانه الان چندین سال دارید مشاهده میکنید که برزنت روشون کشیدیم و به خاطر نبودن کار هیچ کارایی ندارن. تقریبا با 10% این ظرفیت کارگاه داره کار انجام میشه. دستگاه ها رو ببین، الان پلاستیک کشیدیم روشون. از سال دهه 90 95 96 سال 95 96 این دستگاه پلاستیک روشونه. یعنی ما کارایی رو با ظرفیت و کیفیت خیلی بالا، با ظرافت دقت بالا این دستگاه HMC ما کارگاه تراش ما میزده. شما نگاه کنید متاسفانه پلاستیک روشون کشیده و حتی این پلاستیک هم دیگه گرد و خاک روشون گرفته. این اتفاقی براش خیلی از شرکت ها افتاده، ولی آذراب سرآمد همه اوناست. ما یه شرکت صنعت سازیم، کارخونه پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه و شرکت کارخونجات سیمان رو ما میسازیم. کارگاه تراش ماست اینجا. اینا یا سوراخکاری میکنن قطعاتو یا تراشکاری میکنن. از قطعه 1 کیلویی ما اینجا تراش میدیم تا 252.5 تن. و این سابقه رو داریم، شیرفلک های توربین های گروه صدها نصب میشده، ما با این دستگاه تراشکاریش انجام میدادیم. اوائل دهه 60 که ما دقیقا کشور در حال جنگ بود و اون موقع نیاز به تهیه سلاح و مهمات بود، ولی مسئولین کشوری و ارشد کشور اومدن با دلار اون زمان این تجهیزات وارد کردن که در زمان جنگ هم بسیار به درد ما خورد و ما تونستیم یه سری از همین دستگاه‌ها استفاده کنیم برای دستگاه‌های ساخت تجهیزات جنگ، نفربر و کارگاه گلوله‌زنی هم داشتیم. ولی متاسفانه ما میبینیم که الان هیچ کارایی نمیتونیم از اینا داشته باشیم، به کارگیری بکنیم این تجهیزاتمونو. این دستگاهی که الان اینجا میبینید، دستگاه تراش، چندین جهت کارایی، سوراخکاری، شیارزنی که تو صنعت واقعا یه امر مهمیه، شکل دهی میکنه و چندین جهت تراشکاری میکنه. ما الان اگر بخوایم هم تهیه کنیم، پولش هم اصلا داشته باشیم، با این شرایط تحریم اصلا نمیدن بمون. این قسمتی که شما ملاحظه می‌فرمایید الان قسمت انبار ورق‌های ما بود که ما انبار مواد اولیه بهش می‌گفتیم. قبلا اینقدر اینجا انباشته ورق‌های زخامت‌های مختلف ما داشتیم، وقتی می‌خواستیم تردد کنن پرسنل یه راه باریکی بود این وسط می‌رفتن و می‌اومدن. متأسفانه الان شما می‌بینید که این کار قسمت کلاً خالیه و چندین و چند ورق فقط از اضافات ورق‌های قبلی و کارهای و پروژه‌های قبلی مونده. خالیه خالیه، ما الان چیزی به نام انبار مواد به اون شکلی که تعریف شده بود دیگه نداریم. اینجا خط دو مخازن تشریف دارید شما. همینجوری که مشاهده میکنید الان داخل خط مخازن الان نگاه کنید تا انتها مشخصه، تا انتها کارو، یعنی عملیات اولیه با مراحل پایانی کار اون رنگ و سمپلاس، یعنی هیچ چیزی نیست اینجا در واقع، هیچ کاری نیست، فقط الان تجهیزات کارگاهی که الان می‌بینید شما. این خطی که الان متداخلشیم یکی از خطای تولید ماست، خط دوی کارگاه توربین و مخازن. شما نگاه کن اگه سقف رو ببینید، ما اینجا یک پنجره‌های تهویه شده نصب شده برای تهویه هوا. یعنی اون موقع اینقدر ما کار انجام میدادیم، دود و سر و صدا و گازهای سمی و اینا متساعد میشد، مجبور شدیم در دهه 80 و اوایل دهه 90 این پنجره‌ها رو تهویه کنیم تو سقف به خاطر اینکه کارگاه بتونه این دود رو بکشه ببره بیرون. ولی الان شما میبینید تو کارگاه هیچ نه سر و صدای سنگزنی، جوشکاری، مونتاژ، تق و توق کار، هیچی نمیاد. علت اصلی شما حساب کن، نقدینگی که ما الان مشکل داریم به خاطر اینکه نمیتونیم کار جاری کنیم، دهه 90 سال 94 تا 96 شخصی به نام آقای اومد 148.5 میلیارد تومان پول از نقدینگی این شرکت رو برداشت، برد هزینه کرد برای اغراض شخصی خودش و از اغراض شخصی خودش استفاده کرد و ما متاسفانه الان موندیم که مثلا سرمایه در گردش نداریم. اون موقع دلار چقدر بود؟ 3000 تومان، 2800 تومان. به پول الان 1.5 میلیون یورو پول میشد که قادره که آذر رو تا 5 سال حداقل حقوقش رو برداخت کنه. ولی ما متاسفانه الان میبینیمش برخوردی هم از طرف مجامع قضایی با این آقا نمیشه.
الان چند وقتی که این دستگاه در واقع غیر فعال؟ این از اون ورقای زخامت بالا، خب سال هاست دیگه ما با این نزدیم. در حد زخامت ورقای زخامت پایین که تا چندین ماه پیش هم داشتیم، ولی عملا الان دیگه بیکاره. اینجا خط 4 بویلره که زمانی پر از نیرو کار بود، پر از کار بود. تو این قسمت ما اینجا هارپ می‌زدیم، یه سری اکونومایزرا می‌زدیم که الان با این وضعی که الان شما مشاهده می‌کنید کلا هیچ کاری تو خط نیست، هیچ کاری پیش نبرده شده اینجا. قرار بود که مدیریت کار بیاره برای کارخونه. خط 6 ما یه خطی بود که اونجا هارپ می‌زدن، بیداد می‌کرد از کار. الان کلا هارپرام جمع کردن، خطش رو جمعش کردن، قرار شد که یه سری نیرو گرفته بشه اونجا، رو مشغول به کار بشن. نیروگاه اتمی بوشهر رو می‌خواستن بزنن، جمع که شد که هیچ. الان یه سری مخازن آوردن گذاشتن اونجا به عنوان انبار دارن ازش استفاده کنن. از خط 6 ما که پر از نیرو بود، اینا حدوداً شاید 100 تا 150 تا نیرو کار می‌کرد، الان کلا تعطیلش کردن، جاروکشش کردن، هیچ نیروی هم نیست. اینا الان وضع خط 4 ما با این وضعی که ما داریم می‌بینیم، زمان اینجا 100 تا 150 تا نیرو کار می‌کرده، اما الان شده 20 تا 30 تا نیرو. نیروهایی که بازنشسته شدن، یک نیرو هم جایگزینشون نشدن که حداقل بگیم این نیرو جایگزین اینجا شده باشه. نیرو متخصص داریم که الان به خاطر نبود کار دم عید همشون کنار دیوار نشستن و هیچ کاری هم ندارن. به آقایون ما میگیم آقا شما اومدین چیکار می‌خواد بکنید؟ هی میگه فرصت. مدیرای سری آخری الان یک سال که اومدن به قول خودشون 6 ماه روش فکر کرده. کو هر کی اومده داره قول میده. ما جیبمون رو نگاه میکنیم، کارگاه رو نگاه میکنیم. کو کار تا بهشون میگه میذارم میریم. تو مملکت ما هم یه چیزی جا افتاده، اون مدیری که میاد رئیس کار میشینه پاسخگو هم نیست. وقتی که میذاره میره که اگر کاری انجام داده باشه اینو تو بکرنا میکنه. در غیر این صورت نمیاد بگه آقا توی چند سال شما چه کار کردی؟ گذاشتم رفت بذاره بره. خب نشد کار، هر کی بیاد هیچی به هیچی. این شرکت با دلار 7 تومن ساخته شده، با دلار 7 تومن. میدونی الان چقدر هزینه شه؟ میدونی این شرکت اگر راه بیفته به طور مستقیم، غیر مستقیم شما کار ندارن، به طور مستقیم حداقل میتونه 3000 4000 تا پرسنل بگیره. 4000 تا پرسنل یعنی امنیت اقتصادی تو شهر من. چرا کی آخه باید به داد ما برسه؟ کی به داد ما باید برسه؟ چیزی که ما داریم میبینیم شرکت داره به فنا میره. شرکتی که الان دارن میگن تره توسعه پتروپالایشگاه و و غیر وزالی که تو جنوب دارن میگن، خب آذراب بوده که شاخص بوده تو این کارا. قلب آذراب یه زمان میگفتن همین خط سه بوده که بویلره کو. الان شما برو نگاه کن. ما الان چند وقتی به درد بیدرمونی تقریبا بگم گرفتار شدیم، اونم مشکلات سهامداری که از دیرباز هم یقه آذراب رو گرفته و متاسفانه هنوز من مبتلا هستیم بهش. اصل 44 زمانی که اومد خصوصی سازی کرد و شرکت های بزرگ و مادر تخصصی رو واگذار کرد، دیگه از یه اصل خیلی مهمی غافل شدن، اونم اهلیت داشتن نفراتی که یا مجموعه هایی که این شرکت ها و این کارخونه ها و این نهادها بهشون واگذار میشن. شرکت صنایع آذراب متاسفانه از این قاعده مستثنا نبود و به کسایی واگذار شد که اهلیت صنعتی نداشتن یا حداقل یه جوری نبود که دغدغه‌مند باشن نسبت به این صنعت. ما به خاطر کیفیتمون و نوع محصولاتمون که استراتژیک هست، همه کسی و یا همه شرکتی نمیتونه این محصولات تولید کنه. کارفرماها ناچارن به ما رو میارن، ولی ما الان بابت اجرا کردن همون پروژه هم که میگم قرارداد داریم، نیاز به نقدینگی داریم، نیاز به سرمایه گردش داریم. متاسفانه این اتفاق نیفتاده، نداریم. حالا مجبوریم دست به طرف بانک‌ها دراز کنیم. بانک‌ها وقتی که میخوان مثلا یه کمکی به شما بکنن، باید یه ضمانت‌نامه‌ای داشته باشه که بتونی از اون امکانات مالی بانک استفاده کنی. ضمانت‌نامه بخش اصلی موضوعه که ما متاسفانه به خاطر همین چکایی که برگشت خورده و اون عدم سرمایه‌ای که ما الان داریم، نمیتونیم ضمانت‌نامه بگیریم. اون چیزی هم که شما تو خط دیدید داره اجرا میشه یا این آذراب تو این چند سال داره باش رد و بدل می‌کنه، کار می‌کنه، ما بقیه پروژه های نیمه کاره سالهای قبل. بدهی های شرکت یعنی کارخونه رو قفل کرده، بدهی به بیمه، بدهی به مالیات، بدهی به سازمان های مختلف. بعد هیئت مدیرای مختلف هر کدوم راهکارهایی داشتن، مثلا بعضی سالا ضمانت نامه میدادن ولی مثلا تنفس میدادن، به عنوان یک سال میدادن ضمانت نامه به عنوان تنفس.
هیئت مدیره جدید تیم آقای صبحانی که اومدن راهکارهایی داشتن، گفتم ما میتونیم بدهی های شرکت رو تهاتر کنیم، در قالب سهام بهشون بدیم، مثلا این بدهی ها اپین بره، اون بدهی های معوقات بانکی از طریق صرف سهام بهشون بدن. یکی این پیشنهادشون بود، یکی پیشنهادی که آقای عسکری فرمودن آوردن نقدی بود که متاسفانه سهامدارا اصلا هیچ گونه همکاری نکردن، سهامدار به فکر فقط پول خودش بود، به فکر بازار معاملات خودش بود. اگر سهامدار می اومد آورده نقدی می آورد تو شرکت، قطعا مشکلات شرکت حل می شد. ببینید شرکت ما واقعا توانایی بالقوه داره و این حمایت دولت رو میخواد. متاسفانه الان تنها جایی که گیر کردن فقط بانک مرکزی. بانک مرکزی حاضر نیست که ضمانت نامه به شرکت صنایع آذرب بده. ضمانت نامه ما فقط برای وام نیست. ما اگر مشکل اصل مشکل ضمانت نامه ما توش مناقصات هم نمیتونیم شرکت کنیم. الان مشکل مدیریت ما یکیش اینه که نمیتونه تو مناقصه شرکت کنه، چون به بسم الله باید ضمانت نامه بزنه برای شرکت در مناقصه، باید مفاصل حساب از دارایی بگیره، باید از تامین اجتماعی بگیره. همه اینا به واسطه مدیریت های غلط قبلی ما بدهکار شدیم، به تامین اجتماعی بدهکاریم، به دارایی بدهکاریم. بچه‌هام گفتن الان شرکت میخواد توی مناقصه شرکت کنه، نمیتونه شرکت کنه، چه برسه به مراحل بعدیش. این توقع رو داریم از مسئولین کشور که آذرب فراتر از این مسائل ببینه، نذارم آذرب به نقطه بحرانی برسه بعد بیان بشینن بگن آقا خب حالا چیکار کنیم، حالا یه مسکن موضعی مثل دوره‌های قبل ما به بحران خوردیم سال 96، آقای ربیع اون زمان وزیر کار بود تشریف آوردن اینجا یه مسکن موضعی، دوباره به بحران خوردیم آقای شریعت مداری تشریف آوردن دوباره یه مسکن موضعی، ولی هیچ کدوم از این اومدن و رفتن ها منتج به این که آذرب به یه سر و سامونی برسه که کارگرش دغدغه نداشته باشه، چون آذرب واقعا سربار نیست. ما الان تو همین گمرک خود عراق خودمون یه سری پردیسری دست قطعاتی هست که وارد میخوام وارد کارخونه بشه، وارد کارخونه بشه، اما به خاطر همین تحریمایی که خود همین بانک ها نسبت به آذرب دارن جلوی این مواد اولیه و این متریال رو گرفتن برای اومدن به کارخونه. تو این چند سال